با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، این داد و فریادی که ما میکنیم از نبود آزادی است. هموطن، بایستی مردم آزاد باشن، به مسئول اعمال خود باشن. وظیفه دولت صیانت از آزادی مردم است، نه بر سر مردم کوفتن و انبار اونها رو خوردن و بچه های اونها رو کشتن و اونها تجاوز کردن و مسئولیت نپذیرفتن. در اون مملکت هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداره. در واقع تیره ترین جای جهان ایران زمینه، زیبا و تاریخی ماست. خب عرض کنم خدمت شما که 30 سال است که ما در خدمت شما هستیم. حالا 15-16 سال در تلویزیون بود. یک بدهکاری هم من به شما دارم و اون کتاب مقالطات هست. این مهمترین کاری است که من میتوانم انجام بدم و به گمان خودم مفیدترین مبحثی است که بایستی در جامعه مطرح شد. این که من بنشینم 6-7 سال چنان که در تألیف اون کتاب شاهنامه گذشت میسر نیست، هیچ اعتباری نیست به این بزرگوار. بله، گفت مرا در منزل جانان چمن ای شون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی محمل ها. بران شدم که این مقالطات رو در مجلدات مختلف، جلد اول رو منتشر میکنیم، بعد اگر زمان باقی بود و فرصت بود مجلدات بعدی. این است که روی جلد نخستین دارم کار میکنم. مطالب اینها رو من سالهای درازی سی آماده کردم، فقط بایستی رجوع کنم به اینها و انتخاب کنم و بنویسم و به چاپ برسم. این است که جلد اول رو منتشر میکنیم چنانچه توانستیم و زمان اجازه داد و ما در اون درجه بودیم از تمرکز فکر و سلامت جسم. بقیه مطلب، اروپا هم به سعادت نرسید تا این مقالطات رو از زبان بیرون نکرد. تا ما این مقالطات رو از زبان بیرون نکنیم کار ما به جایی نمیرسه. گفت سخن را سر است ای خداوند و بان. ما از بام تا شام هرچی میگوییم مقالطه است، یعنی دارای هیچ گونه ارزشی نیست و به هیچ حقیقتی راهبر نیست. اینا رو باید بشناسیم. هدف این اشرافیت اروپا بسیار بسیار کمک کرد به علمی شدن ذهنیت جامعه اروپایی. دانشمندان رو می آوردن در دربار، در استخدام دربار، مثل فردریک کبیر و دیگران، و از اینها میخواستند تا مقالات مختلف بنویسن و بعد به هزینه خودشان مجلات علمی ابداع اختراع کردن و منتشر کردن و مردم خواندن و تفاوت بین لاطائل و سخن درست رو دانستن و رفته رفته این تمدن جدید ساخته شد. این یک نکته مهم. خب
ما این شخصیتی داشتیم به نام ذبیح الله منصوری، خدا رحمت کند. این ذبیح الله منصوری قلم شیرینی داشت و جامعه ایرانی رو کتابخوان کرده بود. این خدمت بزرگی است. اما هر چه می گفت دروغ. یعنی حقیقت A رو می گرفت، حقیقت B رو می گرفت، بینابینش خودش داستان سازی می کرد. مثلا می دانست که تیمور لنگ رفته شیراز، این یه حقیقت تاریخی است. می دانست که عرض می کنم شاه منصور از خاندان مظفری مدافع شیراز بوده، با 3000 نفر سوار جنگیده و کشته شده. اینا رو می دانست و می دانست در روزگار حافظ بوده. بقیهش رو دیگه می ساخت، می ساخت. من به یاد دارم شخص مخلص خدمت شما، منتظر می شدم سه شنبه یا چهار شنبه بود سفید و سیاه می آمد به شهر ما، می رفتیم پیش آقای خادمی. آقای خادمی ببینید، بعد من باسی از کوچه سنگردا رد می شدیم تا برم این بالا. سنگرد یعنی خر. در شهر ما کوچه سنگردا یه کوچه مسجد حاجی بود، می گفتن کوچه سنگردا. اینا به قدر متعصب دینی بودن که به اینا می گفتن خر. باری ما این رو می گرفتیم، نمیشتونستم صبر کنم برسم منزل و این رو بخونم. در بین راه بدون توجه به اینکه آقا یکی داره میاد خرش رو بار انگور ریخته میاد، یکی داره با دوچرخه میاد، یکی شاخه درخت دوسته بار این شاخه های درخت رو سر صورت ما فرو میرفت و ما برسیم منزل، اینو خونده باشیم در راه. اینقدر شیرین مینوشت. سرگذشت تیمور لنگ به قلم خود او. یعنی چی؟ یعنی تیمور اینو نوشته. مأخذ چی؟ هیچی. مرجع کجاست؟ نداره. هویدا آدم کتابخونی بود، میخواند و تلفن میکند به آقای بهزادی که سردبیر مجله سپید و سیاه بود. خودش زنگ نمیزنه، سکرتری نخست وزیر زنگ میزنه، میگه آقا آقای نخست وزیر میخوان مأخذ اصلی آقای ذبیح الله منصوری رو ببینن. خود آقای بهزادی نوشته در خاطراتش، میگوید من این منصوری رو از دفترش صدا کردم در بالا یا در پایین، آقای منصوری آقا از دفتر نخست وزیر خواستن مأخذ اصلی که شما دارین ازش استخراج میکنین میخوام ببینم. گفت چشم میارم، چشم میارم و چشم میارم. دو سه هفته گذشت، باز زنگ زدن چشم میارم چشم میارم. خود نخست وزیر زنگ زد، هویدا بسیار عصبانی که آقا این داستان چیست؟ ما کتاب ما صداش کردیم، گفتیم آقا کار بالا گرفته مرد حسابی، این کتاب رو بیار. آقا کتابی نیست که من بیارم، اینا رو خودم میتراشم. تیمور لنگ که نویسنده نبود که کتاب بنویسه که. گفت پس چرا این کارا رو میکنی؟ میخوام خوشمزه باشه، مجله شما فروش داره میره بابت این مقالات من. از این آدم. بعد فضا فضای فرنگ زده بود، اگر که نویسنده ایرانی بود در تحریری کتاب کسی نمیخوند، بسی خارجکی باشه روش. اینا میره به اختراع میکنه. خواجه تاجدار، خواجه تاجدار یعنی آقا محمد خان خواجه، نویسنده ژان گوره. حالا پیدا کن پرتغال فروش رو، ما هرچی دنیا رو گشتیم ژان گوره پیدا نکرد. عارف دهیمدار نوشته آلفرد مثلا فلان، هرچی میگردیم این آلفرد اسمیت در جهان هستی وجود نداشته، خودش هم رفرانسی نمیداد که بگه آقا این یه همچه آدمی بوده.
داره تولدش بوده، اینجا زاده شده، اینا کتاباش یکیش هم این کارش این بود. سینوهه به مسخره اینجا بود که من تو محافل میبینم که بحث تاریخی میشه از ذبیح الله منصوری، از خودم نقل قول میشه که بله اینجوری سینوهه اینجوری. یکی از کاراش مغز متفکر آدم شیعه، جهان شیعه، مرکز مطالعات استراسبورگ. ایرانی استراسبورگ که ببینه میبینه میخونه. بله. ترجمه و اقتباس ذبیح الله. هیچ ترجمه، هیچ ترجمه است و نه این چی اولی من درآوری. حالا من میخوام تئوری نور از جعفر صادق. فکرشو بکنید. تئوری نور از امام جعفر صادق. امام جعفر صادق بابا امام جعفر صادقی بود چیز میگرفت از مردم خوش و خورم میخورد و میگفت من ثروتمندترین آدم ها هستم در این مدینه، ولی پول میگیرم، چون پول به من میدید شما سعادتمند میشید. میگرفت زیر نهالی. تئوری نور چه میدونست چیه این بیچاره؟ بعد قراخون بود. خب تئوری نور از نظر جعفر صادق برای شما میخونم که اگر برخورد کردید به آثار مرد بدانید که داستان چی است. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. ما راجع به نوره دیدیم نظریه داره ایشون، بسیار نظراتشون نسبت به نوره خیلی زیاده و خواص نوره، ولی نور جرسون. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور می باشه. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از آن نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم، و اگر تمام نوری که از یک شیء دور به چشم میآید به دیده برسد ما شیء دور را نزدیک خواهیم دید. مطلقا و ابدا چنین چیزی نیست. و اگر بتوان چیزی ساخت که بدان وسیله تمام نوری را که از یک شی دور میاد به چشم تابانی، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 زر میچرد در فاصله 60 زری خواهیم دید، یعنی 50 بار او را نزدیک‌تر. بیچاره بدبخت بیداز فیزیک هم بلد نبوده. اصلا چنین نیست. این که تلسکوپ ساخته شد مکانیکش چنین است، به سادگی عرض کنم، یک لنز جلو داره بهش میگن ابجکتیو لنز، یک لنز عقب داره مثل ذره‌بین تصویر رو بزرگ میکنه بهش میگن که آی لنز بهش میگن. اون لنز جلو یک تصویر وارونه میده برعکس، و این یکی اینا فاصله کانونیشون البته محاسبات داره به حالت ذره‌بین عدسی محدبی است بزرگ میکنه، اون بزرگ میکنه و بستگی به این نداره که نور اون چقدر داره میرسه. شما با دوربینای خوب صبح زود که نور کم هست میتونید رو پاور 8 یعنی 8 برابر ببینینش، وسط ظهر هم همون دوربین نور بیشتر میاد همون 8 برابر بیشتر نمیبینینش، بعد از ظهر هم همینطور هست. حالا میتوانید دوربین بسازید که 80 برابر ببینید. این آقا فکر کرده اگر نورایی که به اون برخورد میکنه میاد به چشم میرسه، اگر همه نوراش بیاد ما اونو خیلی بزرگ میبینیم. اینم علمش. خب این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و
و بعد از این که در جنگ های صلیبی اینا رو همه داره میسازه، لا طائل و عواطیل داره میسازه و میره جلو برتاب رفت. و بعد از این که در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد، به اروپا منتقل شد و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. برید آقا دپارتمان فیزیک کمبریج بگین آقا اون تئوری جعفر صادق این کاراش خائنانه بوده. عذر میخوام از شما. خب تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این تئوری راجر بیکون نوشته است، راجر بیکنه، حالا ایشون نوشته راجر بیکون، انگلیسی، استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق و مثل جعفر صادق اظهار کرد. اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دوردست رو به چشم ما برساند، ما آنها را 50 برابر نزدیک خود خواهیم دید. بله. همچنین نظریه بود که سبب گردید در سال 1608 میلادی بعد فلاماندی اولین دوربین را اختراع کرد و همون دوربین است که نمونه شد برای اینکه گالیله معروف بتواند دوربین فلکی خود را بسازد. و او دوربین فلکی خود را در اولین ماه سال 1610 میلادی به کار انداخت و در شب هفتم ژانویه با آن ستارگان آسمان را اندازه گذرانید. به طوری که میبینیم بین تاریخ ساختن دوربین از طرف مخترع فلاماندی و گالیله بیش از 2 سال فاصله وجود ندارد. و چون گالیله دوربین خود را در اولین ماه سال 1610 مورد استفاده قرار داد، میتوان گفت که از 2 سال هم کمتر میباشد و لذا بعید نیست که فکر ساختن دوربین فلکی در یک موقع به خاطر هر دو رسیده باشد. حالا اگر تئوری نور از طرف جعفر صادق ابراز نمی‌شد، آیا فلاماندی و گالیله می‌توانستند دوربین فلکی بسازند؟ ابدا ساخته نمی‌شد آقا جعفر صادق. و گالیله اجرام دنیای خورشید را توسعه قرار بدهد، مورد تجسید قرار بدهد و با مشاهدات خود نظریه کوپرنیک و کپلر را مشعر بر اینکه اجرام دنیای خورشیدی از جمله زمین به دور خورشید میگردن تعیین نماید. نه اصلا هم چیزی نمیشه. اختراع دوربین فلکی از طرف گالیله طوری مردم را به وجد آورد که سناتورها ونیز و حتی رئیس جمهور ونیز شاهد شدند که با آن اجرام دنیای خورشیدی را ببینند و گالیله دوربین خود را نمیدونم از فلانجا به فلانجا آورد. خیلی میگوید میدانیم که بعد از اختراع گالیله چون مراحل عطارد و زهره و قمرهای مشتری به چشم دیده شد، چه تأثیری برای تایید نظریه کوپرنیک و کپلر کرد. باید این واقعه را دانست که ارسطو حکیم معروف و دارنده فلسفه مشهور مشائی و بعد از او بطلمیوس که 5 قرن پس از وی آمد، علم نجوم را مدت 1800 سال از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن 15 به تأخیر انداختند. چند نفر از حکما از جمله اریستارخوس گفته بودند که زمین به دور خورشید می‌گردد و هم به دور خورشید به دور خود می‌گردد هم به دور خورشید و از گردش زمین به دور خود روز و شب به وجود می‌آید و از گردش زمین به دور خورشید فصول سال. بعد می‌گوید ارسطو یک متفکر فلسفی بزرگ بود و کتاب‌های او به اسم ارگانون و فیزیک و غیره از کتب جاوید فرهنگ بشری به شمار می‌آید. قاطی کرده اصلا یا آقا. خیلی خوب، حالا بعد میان اینجا صحبت از عرض میکنم که نظریه ذره‌ای بودن نور و اینها میکنند که مایه خنده و مسخره است
یونانی ها بر این بودند که نور از ذرات درست شده، ذرات. ما میرسیم به عرض میکنم که یک دانشمندی انگلیسی به نام ببخشید هلندی به نام هویجی، این بابا گفت بابا این نور موجه، ذره نیست. و این هویجی همون اولین کسی است که پاندول رو ساخته برای ساعت و خیلی کارگیری کرده، فیزیکدان خیلی خیلی دانایی بوده. مرحوم نیوتن ذره‌ای بودنش در واقع نظر داد، آقای اینشتین هم ذره‌ای بودنش، و بعد کوانتوم مکانیک اومد و یک چیز شگفت‌انگیز رو به اثبات رساند که پدیده نور هم موجی است و هم ذره‌ای، هم موج هم ذره است. و در واقع جیمز کلرک مکسول در 4 معادله این داستان رو نشان داده، بسیار بسیار اهمیت. خب حالا آمده اینجا این مومن رحمت الله علیه از همین داستان خونم. به طوری که گفتیم در دوره جعفر صادق صنعت دارای رواج و قوت دوره تجدد نبود و لذا جعفر صادق که تئوری نور را ذکر کرد خود نتوانست دوربینی بسازد. جلال خدا چطور نتوانست بسازد جعفر صادق و با اون اجرام سوانی سماوی را از نظر بگذرانند. حالا تجسم کنیم جعفر صادق رفته سر چیز مسجد دوربین ساخته و کشیده با آسمان. این هم حرفای آقای زبیالله منصوری، حواستون باشه هر جا دیدید شیرینه کتاباش بخونید، ولی همش رمانه. مملکت های دیگه هم داشتن رمان های تاریخی از این داستان، جای دیگه هم بوده از این دروغ های شاخدار. خب حالا قرار است که ما این آخوند خندان رو نگاه کنید. آخوند خندان این آقا اسمش هست صالحی نجف آبادی. هر می شود خدمتتون که یک کتاب نوشت به نام شهید جاوید، داستان امام حسین هست و کشته شدنش و این داستان، و سر و صدای بسیار بین آخوندها به راه افتاد و اون سازمان امنیت سابق به فکر این افتاد که از این اختلاف آخوندها استفاده کنیم. وش اسناد ساواک و اینا هم اینجا هست که من کاری به کارو ندارم. حالا بگذاریم چیزها نوشته واسه بیارم بخونم خدمت. اما هر جا که کمیت لنگ شده آبیخته به دروغ، آخوند شیعه تا حالا راست نگفته. شیعه گری از اونجا شروع شد، با دروغ شروع شده، و اون دروغ این که حضرت محمد در آخرین سفرشون حجة الوداع گفت من که فوت شدم این علی جانشین من، اصلا همچی چیز خبری نبود، اصلا کشتار میشد در اون بیابان. بر سر این داستان خود حضرت علی علیه السلام هم هرگز مطلقا در این نهج البلاغه به این قدر مطلقا در طول زندگیش اشاره به غیر قوم نداره. در جمیع احادیث آدم های درست حسابی چیز کردن همچی چیزی نیست. بنابراین شیعه‌گری با دروغ شروع شده و با دروغ ادامه پیدا کرده و ما هم آویختیم به این شیعه‌گری که تلخی این اسلام رو اندکی با این دروغ ها شیرین کنیم. حالا مثل
دوال پا پیچیده به گردن ما رو داره خفه میکنه این شیعه. یه جا میگوید از جمله خیانت های ابن زیاد و شمر ملعون این است که حضرت رو کشتن، احادیثش ناگفته ما میدونید که یه حدیث هم از امام حسین نیست، احادیث بیشتر جعفر صادق و دیگران، ابن عباس به خصوص، خیلی هستن که اینها علم حدیث تکی بری نداره. حضرت حسین علیه السلام یه حدیث هم نداره. این آقا گفته که چون او رو کشتن، مرد حسابی 62 سالش بود این مرد دیگه، تا 60 سالگی اگر حدیثش نگفت گذاشته بود کیفه که آخونده دیگه، آخونده چیه 60 سال یه حدیث نمیتونست بگه؟ شهید جاوی دروغ مثل آب روان، اصلا دروغ جزء لاینفک زندگی ما شده هموطن، متاسفم اینو بگم، چون با راست گفتن تو مملکت زندگی نمیشه کرد. میسر نیست. وقتی زعمای قوم وجود مبارکشون با دروغ ساخته شده و جزء لاینفک دینشون هست دروغ، شما چگونه میخواید دروغ رو از مملکت ریشه‌کن کنید؟ خب یه کتاب دیگه دارم اینجا، موسیقی در تاریخ و قرآن، اینم در قم نوشته شده، تألیف علی اسماعیلی پور. حالا میخوام یه بخشی براتون بخوانم که شما محظوظ بشوید. خب اینجا از قرآن شروع میکنیم. خب یک آیه ای هست، این برای نضر بن حارث شروع شد، برای نفی شاهنامه فرد، نه شاهنامه فردوسی، خداینامه. بالا خدمتتون عرض کردم نضر بن حارث خیشی هم با حضرت رسول داشت، آمد به ایران، داستانهای رستم و اسفندیار و رستم و سهراب و سایر داستانهای بسیار نیرومند و شیرین پارسی رو آموخت، برگشت به عربستان. حضرت هم داشتن دعوت میفرمودن و این قصه های یونس و موسی و ابراهیم و این چیزها رو میگفتن. ایشون هم گفت آقا بیایید من داستان های زیبای پارسی برای شما آوردم. این اساطیر الاولین که ایشون میگوید چیزهای بیمزه است. تعداد اعرابی که دور ایشون جمع میشدن بیشتر از رسول بوده. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید گفت که امنیت ملی اقدام کردی مرد حسابی، خدا و جبرئیل و رسول دست به دست هم دادن که این مرد رو از میان بردارن، آیه نازل کردن براش و اون این هست فجتن و رجسن من الاوثان و اجتن و قول زور. اوسان جمع وسن یعنی بود، میگوید از پلیدی های بوتا دوری کنید. بهار میگوید این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وسن را. شمن یعنی بت پرست،
تمثیلی کرده خودش نسبت به خودش، میگه همون گونه که فرس بت خود رو به زیباترین وجه درست میکند، من هم میدانم سخن خود رو چگونه آرایش بدم. این گونه سخن گفتن حد همه کس نیست، داند شمن آراستن روی وثن را. زور یعنی حرف مزخرف، حرف باطل. این برابر تفسیر همه مفسران بزرگ در حق نظر ابن حارس گفته شد. اینا سخنان باطلی است، یعنی در واقع دشمنی با ایران و فرهنگ ایران از اینجا آغاز میشه. این نقطه اولینش هست. حالا آخوند داره ادامه میده بعد از 1400 سال. نظر ابن حارس هم عرض کنم که بعد از این داستان و اینها که پراکنده کردن اعراب از اطرافش، رفت ترانه ها می ساخت و چیزها می گفت. آدم پروتستانی بود. در جنگ بدر در 90 سالگی اسیر شد. وقتی که دستاشو بسته بودن و می بردن اسرا رو، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن یا علی برخیز، نظر پیامبرت رو به جا بیار. مولا علی کرم الله وجهه، قمر رو از کمر کشید. بعد از مبالغی شکنجه که حتما فرو میکرده تو شکم این بابا اینا، سر این شاعر 90 ساله رو برید، سر بریده رو برد خدمت رسول، نظر رسول عداشت. این آیه متعلق است به چیز. حالا بعد اومدن چه کردن؟ به موسیقی چسباندن، به نمیدونم به مجسمه سازی چسباندن. خلاصه هر جا که آخوند چیزی رو نداشت میومد سراغ همین آیه. خب اینجا این آقا چسبوندتش به موسیقی. خب میگوید که بله، میگه این آهنگ و موسیقی که تحقیر کننده هم هستن، سایه شوم و نفرتبار خود را، یعنی موسیقی شوم و نفرتبار، شما فکرشو بکنید، بر دامنه حیات طیبه آدمی گسترانده است. کوچکترین خلل و خدشه‌ای در سیر روند استکمال روحی و روانی انسان‌های رشد یافته و مخلص نخواهد داشت، زیرا که آنان با استعانت از رهنمودهای حیات بخش قرآن کریم به مرتبه والای اخلاص در نیت و عمل نائل گشته که شیطان را بر آن راهی نیست. بعد آیه رو آورده است، وشتن بود رست من الاوسان، وشتن بود قول زور. از پلیدی حقیقی یعنی بوتا اجتناب کنید و نیز از قول باطل مانند دروغ، شهادت ناحق و سخنان لهو و قنا. اصلا این چیزا نیست، فقط مقصود داستانهای خدای‌نامه بود که نظر ابن حارس میگفت، بقیه شون یه آخوند در بود. دوری کنید. فهم درست و دقیق آیه مذکور تا حد زیادی وابسته و منوط به درک و فهم معنای دقیق و روشن لغت زور دارد. لغت شناسان در این باره نوشتن زور. اینا دیگه لاتایل گفته، ازش میگذره. خب بگذاریم. اخیراً کتابی تحت عنوان مقدمی بر شناخت موسیقی در اسلام به چاپ رسیده. انسان وقتی این عنوان پرطمطراق را به روی جلد کتاب می‌بیند، پیش خود گمان می‌کند به طور حتم و یقین نویسنده آن یک بحث گسترده و مبسوطی در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی خواهد داشت و موضع و پایگاه پدیده موسیقی را در افق قرآن و مدارک اصیل اسلامی روشن خواهد ساخت. لکن وقتی کتاب را باز می‌کند، ملاحظه می‌کند که با این مقدمات عجیب و غریب آغاز می شود که بسیاری از محققین تاریخ و هنر را می بینیم به علت تحریم موسیقی
جبهه ضد اسلامی یافته و اسلام را عامل نابودی موسیقی و هنر قومی خیش تلقی کرده و علاوه بر آن که این حرمت را نقص در جهانبینی اسلام میپندارد و آن را وسیله قرار میدهند برای تازش به مذهب، نویسنده مذکور برای اینکه به قول خودش نظر بزرگترین محققان و دانشمندان تاریخ و هنر را به سوی فرهنگ اسلامی جلب کند و این نقص بزرگ بله را در جهانبینی اسلام برطرف سازد تا بدین وسیله خدمتی به اسلام بکند. البته که فلان بگذاریم، او می نویسد محمد موسیقی که مبتنی بر ارزش های انحرافی بود تحریم کرد، که یک تحریمی بود روشن بینانه و واقع گرایانه، تحریمی است منطقی و موقت، نه ابدی و سرمدی. خود نویسنده یعنی این که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم موسیقی را حرام اعلام کرد، یک حکم شرعی موقت و ناپایدار می باشد. و اکنون که جهان معاصر شاهد بزرگترین تحولات در عرصه هنر موسیقی گشته است، این حکم و دستور پیامبر اکرم مبنی بر حرمت پدیده موسیقی را بایستی منسوخ و بی‌اعتبار تلقی کرد. ناگزیر می باید حرام خداوند را حلال و حلال او را حرام کنیم تا بدین وسیله توجه عالمیان را به سوی فرهنگ و معارف اسلامی سوق دهیم. نویسنده مذکور به جای اینکه به بررسی علل و فلسفه حرمت موسیقی در قلمرو فرهنگ اسلامی توجه کند و با مراجعه به تفاصیل معتبر شیعه و سنی و همچنین کتب رواهی همچنین وسائل شیعه و غیره و غیره و بهار الانوار سعی کند علت ناسازگاری مبانی اعتقادی اسلام را با پدیده موسیقی حرام بیابد و برای نسل جوان بازگو کند، به اون دست از روایات تمسک جسته است که هیچ ربطی به موسیقی ندارد. حالا بنده خدمت شما عرض می کنم که تموم یا تمام شد؟ تمام شد که دیگه حرفی نیست. هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. در باب این حضرت در هفته آینده صحبت میکنیم، ببینید چه چیزا چه فوشای رکیک به عرض کنم که موزارت و باخ و اینها داده، اینها رو زناکار گفته و از اینجور داستان ها، داستان آخوندی. خداوند مملکت ما رو از شر آخوند حفظ بکنه. من نمیدونم دیگه چه دعایی باید کرد و کجا باید آویخ. به همت ملت بزرگ ایران شر آخوند پلید و حکومت پلیدترش بایستی از این مملکت کنده بشود. با سپاس از سپهر تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.